بنابراین رشد جامعه مدنی نیازمند تلاش های سیستماتیک، تئوریک و آگاهانه و گسترش در واقع تفکرات حقوق بشری، تفکرات مدنی در داخل جامعه است. اون بحثی که من پیشتر بهش اشاره کردم که در لیبرال دموکراسی دنبال اون آزادی های نهایی فردی هست که در نهایت میگه بعد خودش بنده اون شادکامی های خودش میشن. بحث تربیت در واقع تربیت فاضلانه یا در واقع ایجاد تربیت افراد و شهروندان هست، تربیت مدنی طبعا با فضیلت که اینجا بحث ارزش مطرح میشه. ما اگر از این دیدگاه آمده به جامعه مدنی نگاه کردیم، برای بحث ارزشی نگاه کردیم به جامعه مدنی و مسئله تربیت و فضیلت در بیان شهروندان بود، و شهر فضیلت تعریف و شباهت چیزهای مختلف است، از دموکرات بودن، قانون پذیر بودن، خوش فکر بودن، تحمل دیگران داشتن، تولرانس و غیره و غیره و مسئول بودن و حساس بودن. اگر ما آمدیم این کار رو انجام دادیم، این جامعه مدنی شکل میگیره و تقویت میشه و جامعه مدنی رو خود ما باید بسازیم. انتظار نداشته باشیم که دولت برای شما جامعه مدنی، دولت از جامعه مدنی خوشان نمیاد، برای جامعه مدنی همیشه مزاحم دولت هست. حالا بهترین دولت ها، دموکراتیک ترین دولت ها شاید تحمل بکنن که ممکن است نامفید باشن برای دولت، ولی این کار از خود ما باید انجام بدیم و لازمش داشتن آگاهی و درک دقیق و تئوریک از خود جامعه مدنی به عنوان یک مقوله مدرن و در این حال تلاش های خود ما و مسئولیت های خود ما برای ساختن این نهاد هاست. این نهادهای کلان برام جامعه مدنی ساختن، بپذیرید دوستایی که مردود به جامعه مدنی افغانستان هستن چی نشمن بر ما خورده نگیرن که اینا جامعه مدنی نیستن، این اسم مؤسساتی هستن، اداره ها و کارگزارهایی هستن که خیال میکنن برای تقویت جامعه مدنی کار میکنن. اینا هیچ ربطی به جامعه مدنی ندارن، جامعه مدنی هم حضوری ندارن. اگه هست اعتراض بکنین، انتخابات میکنین، تقلب میشه، جامعه مدنی اعتراض میکنن، یک رأی هم نمیتونه تغییر بدین، یک تقلب هم نمیتونه معرفی بکنه. انتخابات ریاست جمهوری میشه، این جامعه مدنی نمیتونه جلوی تقلب بگیره. غیر نظامی ها کشته میشن، جامعه مدنی کار نمیتونه. عدالت انتقالی مطرح میشه، جامعه مدنی هیچ کجام نمی جامعه مدنی؟ یک کسی به مسماست، باید بهش کار کرد. کارمندان یک اداره را نمیشه جامعه مدنی گفت، حتی اگر در باره جامعه مدنی بنویسه، حتی اگر جلسه هم برگزار کنه. تشکر از شما همه به دوست ما پایین ترجمه جان، اونا اول دست خودند کردن. سلام خدا و با سلام. سوال ما متوجه آقای مرادیان است که جناب شما به درستی گفتم که چون هر کدام ما در جایگاه مختلف هستیم، نگاه ما به یک موضوع واحد متفاوته، ولی او چیزی که مهمه و این طبیعی است، ولی چیزی که مهمه اهدافی است که ما از نگاه های متفاوت نسبت به یک موضوع مشخص کرد. شما گفتم که جامعه جهانی خودشان هم یک دیس نیستن و ما نباید بابا عنوان یک کل واحد ببینیم، اختلاف هایی هم دارن. این اختلاف ها در چی است؟ آیا در اهدافشان است؟ اگر این طور است یک مقدار زیادتر روشنی بندازیم که هر کدام از قطب های قدرتمندی که در افغانستان حضور دارن اهدافشان چی است؟ و یا لااقل دو کشوری که شما از کشورهای اروپایی مثال دادین که با هم اختلاف دارن، اون در روشنی بندازین که اختلاف هایشان به چی است و در چه سطح است. خب ببینید، باز من تلاش می‌کنم که صحبت من کوتاه باشه، بیشتر بشنوم از شما ها سر عجوزان. اگر بشه من خلاصه کرد، سیاست خارجی کشورهای غربی بر مبنای دو اصل است. آیا کشورهای غربی سیاست خارجی و منافع ملی خود را مطابق با یک سلسله ارزش‌ها تعریف می‌کنند، یا اینکه بین منافع ملی خود و ارزش‌های خود اینها تفاوت قائل هستند؟ اروپایی‌ها به خصوص اتحادیه اروپا حداقل در شعار میگویند که بین منافع ملی ما به عنوان کشورهای اروپایی و ارزش‌های جهان شمول ما به عنوان یک جامعه اروپایی مدرنیته نباید تفاوت وجود داشته باشد. به عنوان نمونه امروز معاون سفیر دنمارک همین حرف میگفت که اولویت دنمارک در افغانستان کمک به وجود آمدن یک جامعه مدنی فعال هست، کمک و حفاظت از حقوق زنان و سایر گروه ها می باشد. این سیاست خارجی دنمارک است که علنا می گوید که منافع ملی ما ایجاب می کند که ما مطابق با چنین ارزش های کار کنیم. اما وقتی که شما مثلا با بعضی از نظامی های امریکا صحبت می کنیم، نظامی های امریکا میگن که دموکراسی، حقوق بشر مربوط به ما نمی باشد، مربوط به خود اون مردمان می باشند.
و وظیفه ما این هست که ما از منافع ملی امریکا دفاع کنیم. اگر این منافع ملی ایجاب میکنند که ما مثلا ما با جنگ سالارا کار کنیم، میتوانیم ما کار کنیم. اما اگر شما ببینید مثلا به وزارت خارجه آمریکا با معاون وزیر خارجه آمریکا در امور زنان صحبت کنید، معاون وزیر خارجه زنان آمریکا در امور زنان میاد با معاون وزیر دفاع آمریکا جارو بحث داره، میگه که حفاظت از حقوق زنان مطابق با باید از اولویت های تعریف شده منافع ملی ایالات متحده آمریکا باشه. پس اینجا دو نظریه است: سیاست خارجی مطابق با منافع ملی، سیاست خارجی که تعریفی که داره از منافع ملی مطابق است با اهداف ارزشی او کشورها می باشد، که در بین جامعه جهانی این دو نظریه در حال رقابت می باشند و کدام نظریه غلبه پیدا خواهد کرد. نقش مهمی هست که ما افغان ها نشان بدیم که چگونه جامعه هست. یکی از دلایلی که بعضی ها در جامعه جهانی علاقه مند نیستند که به پروسه دموکراسی سهم بگیرن و حمایت کنن، اضافه بر مؤلفه هایی که آقای پدرام گفتن، این هست که برداشتی که از جامعه افغان وجود داره، میگن که افغان ها یک جامعه ما قبل مدرن و قبیله‌ای و سنتی هستن و هنوز اینها آماده نیستن که یک دولت مدرن و یک جامعه دموکرات بپذیرن و ما باید تلاش داشته باشیم که به اونها عملا نشان بدهیم که ما هم مثل سایر کشور میخواهیم که یک دولت مدرن داشته باشیم و میخواهیم در یک جامعه دموکرات زندگی کنیم. پس من دوباره تاکید میکنم که هرچند مخالف با بعضی صحبت‌های آقای پدرام شاید باشه، که مسائل سیاه و سفید نباید ببینیم. ما مسائل سیاه و سفید نیستیم. یه از که درست است که در ایده در جامعه جهانی نیولیبرال ها حضور قوی دارن، اما در کنار نیولیبرال ها کسان دیگه هم هستن که واقعا مثل نوم چامسکی و اینها هستن که هستن. و ای که ما از خود رو فراموش نکنیم، همونطور که عرض کردم مثلث استبداد یک مثلث مثل هر مثلث دیگه سه ضلع داره. یک ضلع از این خارجی هست، یک ضلع از نیولیبرالیسم، یک ضلع از امپریالیسم و کمونیسم بوده است. دو ضلع دیگه مثلث در داخل خود ما هست که عبارت از استبداد و استعمار دینی هست، که ما باید شهامت داشته باشیم که با قرائت های استبدادانه و استعمارگرایانه که از دین وجود دارد باید ما با قرائت ها شناسایی شود. استبداد و استعمار قومی و زبانی که در این منطقه وجود دارد، او ضلع دوم این مثلث هست. پس به این ناقص خواهد بود که فقط ما ضلع یک ضلع مثلث نگاه کنیم و دو ضلع دیگه مبرا از مسئولیت بشناسیم. تشکر. تشکر از شما. و آخر جواد جان گوشه. بسم الله الرحمن الرحیم. انتظاری که من از این بررسی داشتم می بود که نقش و عملکرد نیروهای خارجی به صورت علمی و جزئی در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد، نظیر سیاست، اقتصاد، فرهنگ. ولی متاسفانه بزرگواران به صورت علمی و جزئی این ابعاد مورد بررسی قرار ندادن. حالا اگر امکان داره هر کدام از بزرگواران در واقع نقش و عملکرد نیروهای خارجی به صورت تقریبا جزئی تر در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی مورد بررسی قرار بدن. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام گرم حضور همه بزرگواران و جمع دانشجویان عزیز، با آرزوی موفقیت همه افغانستانیان، سه سوال خلاص داشتم. من تقاضام اینه که دوستان یک سوال مطرح کنین، چون خیلی از دوستان سوال دارن و خیلی ممنون. یک سوال مطرح میکنم. جناب آقای رنگبر، شما سقوط برج های پنتاگون به عنوان یک دلیل آمدن خارج و آمریکا یا به افغانستان دانستین. من فکر میکنم که این یک راهکار و راهبردی ساخته شده ده ها سال قبل این استعمار چیان بودن که این را ساختم تا مسیری جدیدی باشه، مسیری پخته و سازگاری شده بوده باشه تا افغانستان هم جزء کشورهایی باشه که در سقوط اینا بفته. شما این را به حیث یک دلیل جدیدی یافتیم که تصادفی یاد کردین. آیا سقوط پنتاگون میشود تصادفی بود و یا یک دلیلی بوده باشد با آمدن خارجی‌ها یا یک راهکار و راهبردی سنجیده شده و طرح شده ده ها سال قبل؟ با تشکر. سلام.
بله من تشکر میکنم. اصلا بخیلم که امو تسلسل که در صحبت ما بود او را شما فراموش کردین، یک بخش گرفتین. ما گفتم یک انگیزه شد، همین تصادف یک بهانه شد به این که امریکایی ها بتانن در اینجا پا قدم بگذارن. حتی تصمیم برای حمله سر طالبا و القاعده مدت ها قبل وجود داشت. حتی یک اگر بخاطر داشته باشین قبل از حوادث 11 سپتامبر یک حمله سر قندار صورت گرفت. مجموع شما بخاطر دارین یعنی حمله راکتی بود از طرف امریکایی که یک تعداد از بیزار در اونجا از بین بردن ما. یعنی اگر این حوادث 11 سپتامبر هم واقع نمی شد یقینا نمی نقشه و پلان بود که باید حتما اینا وارد معرکه، وارد جنگ با القاعده و طالبان در افغانستان شوند. این که چه پلان های دیگه و فراتر از این و گسترده‌تر از اینا داشتن و دارن او مسائل کاملا جداگانه بحث است. به این مناسبت ما برای شما کاملا موافق هستم، در این کدام یعنی هیچ نوع شکی وجود نداره که اصلا اینمی تقابل مدت ها قبل آهسته آهسته ای با وجود آمده بود و پخته شده بود و یک مطلق یک بهانه شد حوادث 11 سپتامبر. تشکر از شما جواد جان. دوست ما استاد شدن، استاد که شدن. بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام خدمت میمونای عزیز و حضار گرامی که در اینجا قرار دارند. من یک سوال داشتم، سوال من متوجه جناب آقای پدرام میشد و این است که چون بعد امروز ما هم بالای بررسی یک دهه حضور بین‌المللی در افغانستان بود و طالبان قسمی که در رسانه هم یادآوری میشه طالبان یکانه گپی بود که جامعه جهانی به ایجا آمد. حالا سوال ما ای است که آیا پدیده به نام طالب ریشه داخلی داره، ریشه منطقه‌ای داره یا ریشه جهانی؟ در صورت که ارسی از ریشه ها را داشته باشد کدام ریشه دی قوی است؟ به قول معروف که میگن هر که نان دهد فرمان دهد. اگر ریشه داخلی داشته باشد که در چند روز ختم میشه، نه سلا برای طالب میمانه و نه مهماتی که با جامعه جهانی یا با نیروهای داخلی بجنگند. و اگر عباد منطقه این داشته باشه ما میفهم که کشورهای همسایه ما در منطقه قرار دارن به او صد نیستن که با این گروه کمک بکنن و بالاخره به شکست جامعه جهانی منجر شود. آیا در نظر شما در اینجا نقش جامعه جهانی در ترویج طالبان خیلی بالا نیست؟ با طور مثال ما گفتم میدانیم در شمال که پارسال رئیس جمهور خودشان هم گفتن که با هلیکوپتر ها انتقال میدن، آیا خود طالب میتونه با هلیکوپتر داخل دویشه یا کدام کار دیگه هم دیگه داخل است؟ شکر.